در مورد خلاصه ای از زندگی هنری و خلاق خودم باید بگم که من خیلی کارم رو زود شروع کردم، البته نه در رشته مجسمه سازی، بلکه شاید آغاز کارم بشه گفت در رشته موسیقی بود، چون در خیلی خیلی جوانی و بچگی من به آموزش ویولون پرداختم و پیش مرحوم نیک نواز و بعد مرحوم سبا ویولون را یاد گرفتم و مدتی هم در پیش حشمت سنجری به ویولون خارجی و تئوری های موسیقی هارمونی و غیره پرداختم. بعد همزمان با اون نقاشی هم می کردم و البته در اون زمان از مدرسه که بیرون می اومدم هفته یه بار دو بار می رفتیم به هنرستان کمال ملک در پیش آقای حسین شیخ، در اونجا نقاشی هم تا اینکه در سال 1331 اگر اشتباه نکنم هنرهای زیبا یا 30 هنرهای زیبا تشکیل شد و آقای پهرود به ریاست این اداره انتخاب شد. آقای پهرود تغییرات اساسی در هنرهای زیبا به وجود آورد، اون رو تبدیل به یک اداره کرد و هنرستان کمال ملک همونطور به کار خودش ادامه داد، اما ایشون اومد دو تا مدرسه هم درست کرد، یکی به نام مدرسه هنرهای زیبا برای دختران، یکی هم مدرسه هنرهای زیبا برای پسران بود که مطابق یک برنامه طرح شده این مدارس اداره می شد در رشته های مختلف و من هم در یکی از این مدارس نام‌نویسی کردم و از جمله شعباتی که در این مدرسه یاد می دادن یکی نقاشی و مینیاتور و تصحیب و ضمناً مجسمه سازی بود، اما مجسمه سازی استاد نداشت و به هر حال من که رشته جدیدی بود و تا حدودی داستان‌های میکرهانج رو خونده بودم و خیلی فرهاد کوکن رو میدونستم و خیلی برای مجسمه سازی جنبه های حماسی و زیبا داشت، خواستم مجسمه ساز بشه و کار مجسمه سازی رو اونجا شروع کردم. وقتی از این مدرسه فارغ التحصیل شدم، خب هنوز هم خیلی جوان بودم، ولی تصمیم گرفتم که به ایتالیا برم و کارم رو در ایتالیا ادامه بدم. از ایتالیا زیاد نمیتونستم، فقط میدونستم که در کارارا معادن سنگتراشی وجود داره و در اونجا مدرسه مجسمه سازی خوبی وجود داره و اونجا میخواستم برم سنگتراش بشم و سنگتراشی یاد بگیرم که به کارارا رفتم و مدتی که در اونجا بودم، یه دو سالی که در اونجا بودم به کار مجسمه سازی در آکادمی هنرهای زیبای کارارا پرداختم و اما همزمان با اون به در کارگاه‌های سنگ تراشی به سنگ می‌تراشیدم و مجسمه می‌تراشیدم. همون جا بود که نقش برجسته‌ای رو اولین کارم شاید یا یکی از اولین کارهام نقش برجسته‌ای بود که از استادم ابوالحسن سبا درست کردم و برای مجله موزیک آقای عبدالحمید شاه که از قبل به ایشون ارادت داشتم و آشنایی داشتم فرستادم عکسش رو و گفتم این عکس دنبال همون ماسکی است که در زمان حیات از استادم گرفتم و این ماسک رو به همت آقای اشراق و آقای هیربود که سردبیر صاحب امتیاز مجله بود رو ما در زمان حیات ابوالحسن خان به منزلشون رفتیم و این ماسک رو خنده و به کمک برادرم از صورت استاد گرفتیم و هیچ وقت فراموش نمی کنم که بعد از اینکه ماسک رو از صورت استاد گرفتیم، استاد یک ستاری نواختن به عنوان شاید قدردانی که هنوز نغمه های اون ستار رو در گوش من هست و هیچگاه اون رو فراموش نخواهم کرد. این شیرین ترین قطعه بود که به یاد دارم که از استادم شنیدم و این ماسک البته امروز در موزه سبا موجوده و در سرخونه آینه
چاوات موجوده و این خونه تبدیل به موزه کوچکی شد. حالا احتمالا ممکنه خیلی هم ندونن که این ماست رو بنده تهیه کرده. اما در کارارا بعد از مدتی متوجه شدم که حقیقتش اینست که من نمیخوام دنباله کار مجسم سازان ایتالیا رو بگیرم و من بیشتر به فرهنگ خودم وابستم و میخوام به هر نوعی شده مسائل ایران رو به کارم راه بدم و مرمر و مرمر تراشی جوابگوی این مسائل نبود و در همون سال به ایران برگشتم و نمایشگاهی در ایران گذاشتم که شرح ماجرا رو در کتاب اخیرم نوشتم. نمایشگاه سر صدایی به پا کرد از در مملکتی که سابقه مجسمه سازی نداشت. این اولین نمایشگاهی بود که در سطح شهر تشکیل می شد و مردم استقبال کردن، هجوم آوردن و بعضی از مردم هم خیلی خشمگین می شدن برای اینکه من تمها و مضامین کلاسیک ایران رو از اینها ملهم شده بودم، از اینها رو ساخته بودم اما با مصالح جدید و این مصالح جدید عبارت از آهنالات قرازه ماشینالات و چرخ بنده و غیره و گلگیر ماشین ها و فلان اینها بود که می دیدن که شبهی شباهتی به آدمی داره ولی زیرش فرهاد کوچن نوشته یا داریوش کبیر نوشته و در بعضی موارد هم می دیدن که زمانه ها و هم پرده. من در مقابل یکی از عناوین کارها بود من و فرهاد کوچن و یا من در خدمت حاتم تایی یا و غیره. اینها مردم رو شدیدن خشمگین و عصبانی میکرد و اینا مردم حکم میکردن که من تاریخ و ادبیاتمون رو به بازی گرفتم در حالی که اینطور نبود ولی میخواستم سهیم باشم، میخواستم در گذشته ایران هم سهیم باشم و کافی نبود برام که فقط در زمان خودم سهم داشته باشم، میخواستم به دوره های مختلف تاریخمون سفر کنم و با همه اون بزرگانی که در تاریخمون هستن همنشین بشم، همخور بشم و این رو در رویه ها میدیدم، در خواب ها میدیدم و میخواستم در کنار اونها باشم و همین مناسبت هم خودم رو در کنار اونها قرار میدادم. اما این نمایشگاه باعث شد که دری به روی من گشوده بشه و اون این بود که مجسمه سازی تازه ما تازه متولد شده و کار زیادی در پیشه و از جمله اینی که خیلی مشتاق بودم که این کار رو ادامه بدم و در سطوح شهری و در پارک‌ها شاید بتونم موفق بشم مجسمه‌ای رو بسازم و قرار بدم. البته به ایتالیا برگشتم ولی این بار دیگه الان صحبت از 1957 یا 58 می‌کنیم دیگه کارارا نموندم، شهر کوچکی بود، سنگ مرمرم جوابگوی من نبود، به میلان رفتم. از آثار مریم مدینی خیلی خوشم می اومد، تصمیم گرفتم برم شاگردمون بشم و رفتم در آتلیه اون اسنویسی کردم و شاگرد مرینی شدم. از مرینی بسیار آموختم، علاوه بر اینکه در آکادمی از اون تعلیم می گرفتم به خاطر علاقه و انرژی زیادی که داشتم بعضی وقتا به کارگاه اون میرفتم و شاگردی مرینی رو میکردم، کمکش میکردم در کارهای قالبگیری یا در کارهایی که نیاز بدنی بود کمکش میکردم و البته مسائل بسیاری رو از این مرفتها رو گرفتم. مجسمه سازی ایتالیا مجسمه سازی پیوسته‌ای بود و از یونان و روم باستان تا زمانی که من اونجا بودم هیچ وقفه‌ای درش وجود نداشت و عرض کنم که دوران مسیحیت گوتیک، معماری گوتیک در حقیقت یک سوم شد مجسمه سازی باشه. دوران رنسانس که همه با اون آشنایی دارن و نیوکلاسیک و امپرسیونیسم همینطور
پشت سر هم مثل دانه های زنجیر که حتی یکی از این دانه ها از هم گسسته نشده، پیوسته و تا زمان حاضر متصل بود. برعکس در ایران مجسمه سازی تاریخ نداشت، یک تاریخ سر تا سر سفید و به جز افسانه فرهاد گورکن، یک عاشق پیشه شورانگیزی که به خاطر عشقش کوه را کنده بود، هیچ نشانه ای از مجسمه ساز نبود و این البته برای من فقر بزرگ و قصه زیادی به حساب می اومد و خودم رو دائما زیر پوشش و سایه فرهاد گورکن می بردم و متصل با اون می کردم و فکر می کردم که میراث ما همه در وجود یک مرد و اون هم فرهاد گورکن نهفته و از این لحاظ خودم رو به فرهاد می چسبوندم و این تسلا و این دلگرمی که من از فرهاد داشتم اثرات زیادی در کارهای من گذاشت و علاوه بر این که فرهاد رو همیشه می ساختم مجسمش رو و یا اون رو با معشوقه شیرین و یا گاهی درک با خسرو رقیبش خسرو ساسانی و یا می ساختم، حالات مختلف فرهاد رو بهش خیلی علاقه داشتم. از جمله مدتی فقط من تیشه فرهاد رو می ساختم، فکر می کردم اون تیشهی که اون کوه رو کنده ارزش اینه داره که مجسمه اون تیشه ساخته بشه و دست فرهاد رو طراحی می کردم مدتی شیفته دست فرهاد، مدتی فضاهایی که فرهاد درش زندگی کرده بوده درست میکردم، اگر فکر میکردم سایبانی که فرهاد در زیر اون سایه میشسته باید این یک چیز استثنایی باشه، اون سایبان رو میساختم و فضایی که اون میخوابیده دراز میکشیده، به حالات مختلف فرهاد رو میساختم و هیچ گونه پایانی هم بر این مزامین نداشتم. اما در ایران فقط کار مجسم سازی نکردم، بلکه به کار تدریس هم علاقمند شدم. در همین زمان دانشکده هنرهای تزئینی میرفت که افتتاح بشه و من چون تحصیلم تموم شده بود آقای پهربد از من دعوت کردند که به ایران برگردم و در برنامه ریزی این دانشکده سهیم باشم. همون سال بعد از بینال بنیز که کارام در تهران جایزه گرفته بود و اونجا ارسال شده بود شرکت کردم و به تهران برگشتم. صحبت از 1958 داریم میکنیم، 58 و 59 داریم میکنیم. برگشتم و به اتفاق آقای هوشنگ کاظمی، اسد بهروزان، بیژن صفاری برنامه دانشکده هنرهای تزئینی رو تنظیم کردیم و از افتتاح این دانشکده به تدریس در اون دانشکده مشغول شدم. همزمان با این دانشکده آقای پهبد حق آتلیه‌ای به برای بنده در نظر گرفتن که آتلیه‌ای در خیابان پهلوی اجاره کردم و اسم این آتلیه رو آتلیه کبود گذاشتم و در اونجا مشغول به کار شخصی خودم شدم. در صبح ها در دانشکده تدریس میکردم، بعد از ظهر به آتلیه میرفتم، هم نقاشی و هم مجسمه سازی میکردم و در اونجا بود که نمایشگاه های متعددی، هر وقت که کارم به تعداد قابلی میرسید نمایشگاهی درست میکردم و از دوستان و آشنایانی که رفت آمد داشتن، در اون زمان در تهران گالری نبود و در حقیقت این یه گالری خصوصی بود که من از افرادی که باشون رفت آمد داشتم که این افراد بسیار از این افراد الان در پاریس هستن، روی ذکری از اونها بشه: آقای فرخ غفاری، بیژن ساسانی، منوچهر مقتدر که در پاریس هستن و دوستان زیادی که در ایران بودن در اون زمان می اومدن به آتلیه من و اتفاقا خریداران آثار من هم همین افراد بودن و نباید اسم مهندس فروبی رو از یادم بره، برای اینکه ایشون اولین پشتیبان من بودن در ایران و اولین کارهای من رو خریدن و اولین سفارش رو به من دادن که برای هتل هیلتون بود که در اون زمانشون در ساختنش سهیم بودن. پانلی از سرامیک به بنده سفارش دادن که این پانل رو طراحی کردم و البته متاسفانه
در اجرایش خودم نبودم و اجرای مناسبی نداشت و بعدها خوشحال شدم که اون پانل رو برداشتم. اما آتلیه علاوه بر کار خودم چند نمایشگاه هم از آثار حسین زنده‌رودی گذاشتم و در دانشکده هنرهای تزئینی هم که تدریس میکردم یک نطفه برای یک مکتب تازه‌ای که بعدها نام سبخانه به خودش گرفت به وجود اومد. اساس این مکتب بر این بود که گروهی از ما به هنرهای عامیانه خیلی توجه کردیم، یعنی اگر هنرهای عامیانه رو میشه در مقابل هنر اشرافی ایران قرار داد، هنر سلطنتی ایران قرار داد، اگر هنرهای سلطنتی رو بذاریم اون مینیاتورهای بسیار زیبایی در که کتب برای کتب شاهنامه و کتب خمسه نظامی و اینها تصویر میشد و یا فرش‌های نفیسی که برای کاخ‌های سلطنتی بافته میشد و نقاشی‌های دیواری و غیره، هنر عامیانه در حقیقت ارباب و سفارش دهندگانی نداشت، بلکه مردم برای نیاز روحی و شخصی خودشون اینها رو به وجود می آوردن و اینها رو برای سقاخونه ها، امامزاده ها و یا در خونه هاشون مثل تابلوهایی که شمایل هایی که تو سقاخونه ها می چیدن، نقاشی هایی که رو کاشی می کردن و دعاهایی که می نوشتن. و بعدها که آقای امامی نام سقاخونه رو به یک آثار این گروه از نقاشان داد، زیاد هم نام نامتناسبی نبود، برای اینکه این گروه هفت نفری که پنج نفرش در حقیقت مربوط به دانشکده هنرهای تزئینی بودن و دو نفرشون از خارج به ما پیوسته بودن، آقای اجازه طباطبایی و ناصر اویسی، این گروه هفت نفره میشه گفت که مکتبی رو که سقاخونه نام گرفت درش همه سهم داشتن. این بعضی ها در رشته خط، بعضی ها در رشته نقاشی تصویری و در رشته مجسم سازی و نقاشی و هر کدوم به یک نوعی سر اجرا کرد که در اون زمان علاوه بر این که جای خود چو باز کرد، تأثیرات زیادی هم بعدها بر نسل‌های دیگر ما در نقاشی گذاشت. اما من علاوه بر نقاشی به هنرهای بافتنی ایران خیلی علاقمند شدم و این تنها در این رشته تقریبا تنها بودم و به هنرهای عشایری و روستایی خودمون و از همون زمان سفر میکردم و به روستاها و مناطق عشایری میرفتم و گلیم ها و خرجین ها و گبه ها و دستبافته های عشایر رو تحسین میکردم و هر وقت که چند قرانی اضافه داشتم جمع آوری میکردم و بعضی از این نمونه ها رو خریداری میکردم و این بعدها به صورت یکی از عشقای واقعا زندگی من در اومد و زمانی که انقلاب شد در ایران و تقریبا کارگاه مجسم سازیم تعطیل شد و تقریبا تمام فعالیت های مجسم سازیم راکت شد، من این دستبافت های عشایری بود که منو زنده نگه داشت و تحقیقات و سفرهای تحقیقاتی و سفرهای بررسی و مطالعاتی رو در مورد این آثار شروع کردم و از اون زمان به بعد کتاب های زیادی درباره اینها منتشر کردم که هر دو و موازات هم الان تو زندگی من وجود داره، هم کار مجسم سازی میکنم، هم در ونکوور کارگاهی دارم که کار میکنم، هم در تهران و هر وقتم که به ایران میرم دنبال کارهای تحقیقاتی و از کنم که سفرهای مطالعاتی رو در مناطق روستایی و عشایری دنبال میکنم و به هر صورت زندگی خودم رو تونستم که با این علایقی که دارم پر نگه دارم.